ماشاءالله به شما. ماشاءالله. خانم آقایون خیلی خوشحالم میبینم اتون. خیلی خوشحالم که اینجا هستین. خیلی خوشحالم که میتونیم یه خاندوانه دیگه بسازیم، تقدیم خاندوانه تو خونه بکنیم. حالتون چطوره؟ عالی. حال منم عالی. حال خاندوانه پشت صحنه چطوره؟ عالی. حال خاندوانه تو خونه چطوره؟ عالی. امیدواریم که واقعا همه عالی باشید، لااقل همین لحظه، در همین لحظه حالتون خوب باشه. امیدواریم آره همین که سالم باشین و بشینین کنار خانوادتون، حالا تنهایین، سر کارین، در خدای نکرده در بیمارستان بسترین، یا در بیمارستان مشغول کارین، یا در مرزین، یا در یه جایی، به هر حال تو خونه این، بیرون این، هر جا، الان حالتون خوب باشه، همین ثانیه ایشالله. خیلی خب، پهلوونا توی سنت های ما، توی قصه های ما، توی روایت های عامیانه ما، توی قصه های قهوه خونه ای، کسایی که میشستن به عنوان حالا مرشد یا قصه گو یا هرچی برای مردم تعریف میکردن قصه پهلوونا رو، که این پهلوونا کارشون این بوده که اگر یه وقت جایی داشته در حق یک کسی ظلم می‌شده، می‌رفته مانع می‌شده، اگر دو تا آدم با هم قهر بودن بینشون آشتی ایجاد می‌کرده، اگر یه آدم ضعیف‌تر از خودشون بوده نیاز بوده که دستشو بگیره، دستشو می‌گرفته، و خیلی کارهای باحالی می‌کرده، توی محل امنیت ایجاد میکرده، بین آدم ها محبت پخش میکرده. پهلوونا آدم هایی بودن که حتی از دل اسطوره ها و افسانه ها هم در میومدن، از رستم بگیریم تا جهان پهلوان تختی که واقعی بوده و مردم میدیدنش، میشناختنش، و پوریای ولی و خیلی های دیگه که حتی چه بسا که حتما همین الان هم در همین روزگار هستن آدم هایی که خصلت های پهلوانی دارن، کمک میکنن، مراقبن، دوستی و محبت ایجاد میکنن، حواسشون به آدم های ضعیفتر، حواسشون به بچه ها، حواسشون به بقیه هست، برای اینکه وقت اگر زورشون رسید و بتونن ظلم و حال بد و کمتر بکنن، و اینها همیشه بودن، هستن و ایشالله خواهند بود، و دلگرمی میدن به آدم ها، به مردم دلگرمی میدن. پهلوان ها خیلی آدم های جذاب و درجه یکی هن. بیایم شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به آدم های باحالی که خصلت های پهلوانی دارن. این حالا میتونه خیلی یک پهلوان نامداری هم نباشه، یه پهلوانی در قد و قواره خودش و خانوادش، که فکر میکنم هممون این کار رو سعی میکنیم انجام بدیم برای خانوادمون. حالا اگر این بتونه یه ذره بیشتر شه به یه خانواده دیگه، به دو خانواده دیگه، به سه خانواده دیگه، به چهار تا همسایه اون ورتر هم برسه، که دیگه نور علی نوره. پس شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به آدمهایی که خصلت پهلوانی دارن. موافقین؟ دمشون هم گرم، آدم‌های باحال و مهربونی که کمک می‌کنن به بقیه. چهار تا هم شما بگین، ولی زود بگین.
همیشه اینجا میرسیم کار به دعوا میکشی. چی؟ او چه مشخص، اسم خودت هم خب بگو دیگه. پس یه دیگه پرسنل شهرداری مشهد این جانب رامبد جوان توی مایه ها مخصوصا خودم رای میگیرم. رای میگیریم، صبر کنین. پرسنل شهرداری مشهد رای بدین. نمیتونین رای ندین، یعنی دلتون خواست رای بدین، اجباری نیست که. رای نیوردی دست میزنین. بگو. آها، به همین جمع. ها؟ رای بدین. رای گرفتیم همین جمع خودمون. عالی بود، پیشنهاد خوبیه جان. گروژ و تکنیک جون؟ نفهمیدم. گروژ و تکنیک خوزستان. ژئوتکنیک. آها، چی چیه ژئوتکنیک؟ گروژ و تکنیک مطالعات زمین شناسی. مطالعات زمین شناسی. ژئوپلیتیک خوزستان. چقدر سخت و جذاب این. من فکر میکنم آره، من دوران دبیرستان دو سال طرح کارم رفتم چیز خاکشناسی. همونه. خیلی هم جذاب بود، هیچی آدم نیست ازش. رای بدین، رای بدین به ژئوپلیتیک. پلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئوتکنیک، ژئوتکنیک. دست میزنیم براتون، رای نیاوردین. کارمندان شرکت واحد اتوبوسران‌ها رای آوردین. اتوبوسران‌ها هم رای آوردن. در همه رشته ها؟ یا فوتبال؟ بازیکنان تیم ملی فوتبال آقایون و خانوما رای بدین اگه میدین؟ چون رفتیم تیم، رفتیم جام جهانی هم دیگه به نظرم داره. چی چی چی؟ به قرار، اصلا به محل قرار، حالا کار قراره با بچه، با همسر، هر کی. اینو منم موافقم. آدم‌هایی که، چون خود منم خیلی وقتا خرابکاری میکنم در این موضوع، آدم‌هایی که 10 دقیقه زودتر از زمان قرارشون در محل قرار حاضر میشن، موافقین؟ این اصلا اخلاق بسیار درجه یکیه. به احترام همه عنوانایی که گفتیم بلند میشیم، به احترامشون بلند میشیم و میگیم به افتخارتون. بفرمایید، دعوت میکنم از اومن شایی بیاد برامون بخونه. به افتخار اومن. آدین بریم. دو بار پا دست، دو بار پا دست، بگو پا دست، بگو پا. از بالا همه چی کوچیکه، آب سوراخ میکنه چیک چیکه، بالاخره میاد اون روزی که همیشه اون رو بیکر. دوست دارم رو میگم من، چون با حالم تو هم بگو. هوا دارم، هوا دارم، امید داریم به مای آینده دار، میخندیم به مشکلات خنده دار، غم میره به سفر قنده ها، دو ساعت خودتو به ما به سفاره، با لب خنجلو یه غم استتار، زانیار یالا بیارش اون ستار. خم 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 به بانه نه 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 نه
حتی اگه بگی سعد برم من آن ایل و تبارم که در حال بهارم گیر کرده نوارم در رفته زوارم در اومده دمارم ولی یارب با وقارم میخوام خودم رو از گل درارم آفرین کوکونی مگوری تو میتونی چون لجوری یکم چایی بریز تو پوری خسته نباشی حالا چطوری خن 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 دوانه کلا اومن رو به اونجا یک دو سه بریم بیا سال 57. بله. چند سالتون بود؟ به دنیا نیومده بودم. آها اصلا به دنیا نیومده. بله من متولد 65. سال 57 به دنیا نیومده بودم. بله. کوچیک بودم دیگه. یه کوچیک خیلی کم. خیلی خاطرات کوچیک. یعنی 5 سالتون بوده. همه. آره. خب برامون کامل تعریف کنید اون سالو. اون سال تو سن 3 سالگی آخه. آره دیگه. آها. چرا؟ مگه سخته؟ چیزی هم تعریف نکردم. چرا زیاد تعریف شده از زمانه؟ چی تعریف کردم بفهمم؟ بابامو که تعریف می‌کرد میگه همیشه فرار می‌کردی. همیشه در فرار پدر. آره. بعد میگه جلو ماشینو گرفتن، بعد مرده میگفته که بگو مرگ برشا، بگو مرگ برشا. اون 10 روز دعیفش خیلی خوب بود. همش چرا چطور؟ چی میشه؟ جشن بود. آره. مراسم بود. خب خیلی خوب بود. خیلی فعال بودم. من از فعالین مدرسه بودم. توی همه حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کردم. از همون بچه‌های هرس دراری که همش خوبن تو همه گروه ها و هستن. نه شاید اینجوری نبود، یه جوری سیاست مدارا رفتار میکردم که این حس و بقیه نسبت به من نداشته باشن. واقعیت میشه. یک دو دست میزدن، سه چهار پنج میومد تا بیس و دو جشن میزدن، هورا میگفتن تا 22 بهمن. مراسمی که بود، شادی که بود، جشنی بود، تو حیات جشن میگرفتن، مسابقه میذاشتن. اتفاقا یه بار شرکت کردم، مسابقه دو بود.
چی شدی؟ برنده شدی؟ آره اتفاقا برنده شدم. همون که تو ذهنت بود. همون آره. تزیینات و تزیینات دهه فرش. آره 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 خوب شد گفتین. کلاس‌ها رو تزیین می‌کردیم. روزنامه دیواری. روزنامه دیواری که فراوون درست می‌کردیم. شما درست می‌کردید؟ بله بله خیلی زیاد. یه مقوایی رو برمی‌داشتیم، حالا یه فرمی بهش می‌دادیم، حالا بیشتر بچه‌ها گل لاله. آها. نماد شهید بود. با مال ما بیشتر طرح کتاب بود. بعد داخلش طنز و چیستان سر تا سر راه رو مونم پر میشد از روزنامه های دیواری. آها رو دیوار سر تا سر از سه طبقه مدرسه تماما پر بود از روزنامه دیواری ها. وقتی این آماده میشد و توی سالن مدرسه نصب میشد و اسممون اون پایین نوشته میشد، یک حس غرور و لذتی با آدم بود. شما هم کاری میکردین؟ ما هم گروه سرود بودیم. بله گروه سرود دهه فرش رو. من معمولا توی همه گروه ها فعالیت میکردم چون خودم هم میخونم. اه؟ بله. تو گروه سرود بودی؟ و خواننده هستم. به 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 22 بهمن 22 بهمن روز پیروزی ما، روز شکست دشمن، روز چی بود؟ اینو سر صف میخوندی؟ آره آره. همه بچه ها با هم؟ آره. روی گل سوسن و یاسمن آید. بقیه؟ خاطرم نیست. همون بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن. اینو میخونم. بله. تکخون بودی شما؟ نه من تکخون نبودم، ولی خب بیشتر گروه کور بود، یعنی با هم میخونم. همه با هم میخونم. بله بله. نمیدونم مثل چهارمشی بود. رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیف چو بیرون رود فرشته در آید، دیف چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار. شما تکخان بودید توی چیز؟ یعنی همون که جلوی گروه بایی بیستا؟ دقیقا. چی میخوندید یادتونه؟ یادم نیست سرودش رو الان دقیقا، ولی خب یادمه که خیلی همه خوشحال بودن، مثلا همه منتظر این ده روز دهه فرش بودید. آن شما بودین؟ تو گروه های نمایشی. آره یک نمایش تئاتری داشتیم که حیوانات مختلفی داخلش نقش آفرینی میکردن که ما هم یکی از اون حیوانا بودی؟ بله بله. چه حیوانی بودی؟ مار. شما مار بودی؟ بله. من گروه تئاترم بودم، ولی خب به اون صورت الان شاید نقش اصلی نبودم. مار بدی بودی یا مار خوب؟ مار خوبی بودم. مار خوبی بودم. مار خوبم اگه داریم استثنان خوب بودم. مسابقه دو بود، برنده شدم. اون موقع یه دفتر صدبرگ جایزه دادن. اون موقع دیگه کتاب اینا بود دیگه، الان مثل الان نبود. کتاب جایزه بدی ها؟ نه کتاب جایزه خیلی. بچه رو اینجوری گفت. خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف. تا همینجا شو خاطرم تا همینجا شو برد بودی؟ بله بله. ای بابا هیچ وقت مسابقه هم شرکت کردین؟ برنده شین نفر اول شید؟ مسابقات که زیاد، مسابقات سرود، مسابقات قرآن، مسابقات اذان، مسابقات همه چی، همه چی. برنده هم شدی؟ بله بله بله. مقام چندم به دست آوردی؟ مسابقات اذان من مقام اول آوردم، مسابقات قرآن مقام اول آوردم، مسابقات تباشیر بود مقام اول آوردم و مسابقات تئاتر مقام فکر می‌کنم سوم آوردم. به به. همه مقام ها رو آوردی؟ خب خیلی فعال بودیم اون موقع دیگه. خوش به حالت. خیلی ممنون. زنده باشید. لطف کردی. از اینکه با شما مصاحبه کردم. خواهش می‌کنم، باعث افتخار بود. سلامت باشید. بفرمایید. خانوم ها و آقایان، مهمان عزیزی داریم که برای من بسیار افتخار معاشرت کردن با ایشون و خیلی خیلی زیاد دلم میخواد هرچه زودتر دعوت کنم تشریف بیارن بشینیم گپ بزنیم. کلی خاطره باحال دارن، کلی ماجرا دارن برامون تعریف بکنن، خودشونم که قند. ایشون کشتیگیر بودن و خیلی خفن بودن، رئیس فدراسیون بودن، سرپرست کشتی باستانی بودن و و و و و. اجازه بدین دعوت کنم از جناب آقای محمد رضا طالقانی. Thank you.
مذارت میخوام. بفرمی. اجازه میدین؟ خواهش میکنم برو کن. اجازه ما دست شماست. مخلص شما. بفرمی. یالا. سلام. مخلصم. سلام روی ماهتون. خسته نباشید. شاکریم. و همه سوالای من که اینجا در محضر شما. قربون شما. خیلی خوش اومدین. خوشحالم ببینم اتون. بنده خیلی زیادتر. قربون شما. چه خبر آقا دارین؟ چیکار میکنین؟ شما هنوز عوارض کرونا در شما وجود داره نه؟ من جناب جوان بعد از کرونا 6 تا مرض گرفتم. اولیشم اضافه وزنمه. عجب. و خیلی اذیت هم میکنه، به پاهم اثر گذاشته و به همین دلیل نمیتونم تون برم، نمیتونم ورزش کنم و یکی از عوارض کرونا این بوده. همینجا لازمه به همین بهانه درخواست کنم تو رو به خدا یادتون نره این ماسکا این چیزای بهداشتی خیلی مهمه و پشتوش ننازید. من اذیت شدم 11 روز و 29 روز 40 روز در قرنطینه بودم. ببینید هنگوم اثر بد گذاشته. تا استرس پیدا میکنم اذیت میشم. کی کرونا رو گرفتی؟ اولا تولدتون بوده. تولدتون مبارک. تولد شما مبارک باشه. سپاسگزارم این همه محبت یک طرفتون. قربونتون. و میفرمایین که کرونا رو در چه تاریخی گرفتین؟ من 16 جا عضو یتیم خونه هستم. مجمع خیرین، جایی که یتیما هستن، فقیرها، اسیرها، یعنی نوکری مردم انتخاب کردم و خیلی هم خوشحالم. و 12 جام سفیر طلایی بهزیستی و بیماری های نادر و بیماری های سبالعرج و خیلی آرامش دارم و خیلی خوبم. الان شب و روزم با اینطور افراد میگذره چون عطیف مردم هم. منم خودم بچه پایین شهرم، اونام که پابرنده بودم تو جوه در خونمون شنا میکردم و یه عادت کردم با مردم زندگی میکنم و کیف میکنم و افتخار میکنم. خدا حفظتون کنه. یه دست میزنیم براتون که ماشاءالله بهتون. شما در خونگاه به دنیا آمدین؟ بله. برامون تعریف میکنین اون محل اون موقع چجوری بود الان چجوریه؟ والا دکتر احمد مسجد جامعی، من کتاب خیلی دوست دارم. همه زندگی من فقط کتاب و گله. بله. تو کتاب تهران قدیم نوشته اولین جایی که در تهران درست شد سبز میدانه. و اونجایی که الان گلستان هست و کاخ شاه بود و ناصرالدین شاه اینا. بله. اونجا اصلا اول تهران در واقع بهش گفتن تیره. من همونجا از این ور تا دم سر چهارراه ابوسعید، از اون ورم تا دم امامزاده یحیی، از این ور تا میدان اعدام که اون بهش گفتن میدان پاقاپوق که اونجا اعدام میکردن. گفتن چی؟ پاقاپوق. آنهایی که بیرون میومدن اونجا دریای یعنی دروازه شهر بود. اولاغا و قاتلا رو اونجا میبستن، جنساشو میبرن داخل، میفروختن، شب میرفتن. و بعد اونجا شد میدان اعدام. الان به عنوان میدان اعدام معروفه. بله اونجوری. و این یتیکه وسط شهر بود. منم در همونجا توی بازارچه‌ای به نام درخونگا که 4 تا بازارچه بود که هر بازارچه هم یه اسم خوب داره، مثلا تکه دباخونه، تکه مثلا حاج جولی، گذر وزیر دفتر، گذر قولی و پاچنار. من اونجا به دنیا آمدم. دیروز صبح ساعت 7 صبح روز هفته به من توی کوچه ای که خاکی بود، اسفالت هم نبود، یه جوب داشت، از آب آمنبار آب میخوردیم و این تلمبا بود، تلمبا رو میزدیم. و این برای این دوستان من که اینجا خیلی جوانن خیلی براشون جالبه، ولی باور کنید انقدر قشنگ و خوب. و وقتی به دنیا آمدم تا چند سال به خاطر اینکه ما خیلی پرتعدادیم، خدا برکت بده به قدیمی ها، و الان ما یه اسف امروزه، ما 6 تا برادریم 6 تا خواهر، ماشاءالله. در خونگاه رفتیم محله پایینتر به نام پاچنار، تا همین اواخر هم پاچنار بودیم تا وقتی که پدر مادر من رحل اقامت رو کردن و رفتن اون دنیا. روحشون شاد. برادرام هم نیستن، خواهرام هم همه شوهر کردن، منم در بدر خیابونا شدم. الان سر از یه جای ترون در بودم که اونجا هستم، ولی هر دو هفته یه بار میرم تو محلم دور میزنم. آقای چقدی بودین ورزش رو شروع کردین؟ من وقتی که اومدیم پاچنار، پدر من خدا همشون بیامرزه، خدا رحمتش، پیش کسوت وحیش باستانی بود. این ور خونه ما، اون ور خونه ما، زیر گذر قلی، این ور دم تکا حاضر ولی، دم شاپور، همون جایی که آقا تختی شروع کرد بعد باشگاه پولار، همه اینجا زورخونه بود. من از هر وقت میافتم برم مدرسه‌مون
جعفری اسلامی میدم صدای ضرب زورخونه میاد و پدر من میرفت تو اون گود و من با همون آشنا شدم و برادرام و هممون. حالا نمیخوام بگم ولی خیلی بده که بگم یه نفر اون سیگاری نشدیم چون اون کار مال آدمای خیلی ضعیفه و به همین دلیل تو محله بودیم که دوروبرمون خیلی قهوه خونه بود تو دوش کریه ها کم میدادن چون اون زمان چیز نبود که ولی کسی نمیکشید چون انقدر زیاد بود همه هم ورزش میکردن و من اونجا بزرگ شدم و چون اونجا فوتبال بازی میکردم دیدم الزام نکرد بعد والیبال بازی میکردم باز الزام نکرد یه دفعه سرت بازار در بردم پدرم ورزشیست شدم هم تو بازار فرشوشی داشت پدرم مغازه فرشوشی من رفتم فرشوری شدم اونجا دیگه با کشتی آشنا شدم. مثلا چند سالتون بود؟ 15 سالم بود. ابو طالب طالبی این مرد بزرگ تو بازار رفوگری داشت. من یه روز دید ازش بدنش خیلی خوشم اومد. اون تک می اومد گفتم آقا من میخوام برم ورزش. دستت اینجا من گفت برو همین امو برو. گفتم کجا برم؟ گفت برو اینها میدان منیری باشه سعدیان. بغل دکون من یه آقای بود شاگرد بود. من 10 تا 1 تومانی پول داشتم. گفتم آقا دو شرکت میدی به من؟ گفت آره. گفتم چند؟ گفت 8 تومان. آن 10 تومن گفتم من ندارم. گفت چقدر داری؟ گفتم 8. او بدم 8 تومن دادم دو شخر گرفتم بعد از اون رفتم تو میدان. یعنی دو شخر خریدین 8 تا 1 تومن مال شما شد؟ بله. خب برای اینکه برم باشگاه بله رفتم تو میدان منیری همونجا گوشم کنار خیابون 15000 دادم جرمکن خریدم و 15000 دادم جرمکن خریدم دو بنده خریدم و ساک رفتم تو باشگاه استادم سعدیان 5000 دادم استمشتم شدم کشتی شروع شد. بله. تا الان. تا الان. و چقدرم خوشحالم که با کشتی عجین شدم و افتخار میکنم که یه دونه قرص تا وقتی که کرونا گرفتم نخوردم. ماشاءالله. و اینم به خاطر این که اول ورزش خیلی عادی بعد حرفه‌ای بعد تا اومدم کشتی رو خوبشم دیگه منجر به سال 57 و انقلابمون شد. من اولا دیگه از کشتی به خاطر اون کاری که من قبل انقلاب کردم و کشتی های جام آریامره به هم زدم یه راه عوض شد و رفتم تو کار اجرایی. چی کار کرده بودین؟ چند ماه به انقلاب یه مسابقات بود در ایران به نام جام بلملی آریامر من اون سال قهرمان تیم ملی شده بودم چون سال قبلش رفته بودم جام جهانی آمریکا تولیدو اوهایو اونجا دوم شدم تیم ما یعنی تیم ملی ایران برای اولین بار رفت آمریکا در یه جایی به نام جام جهانی ششتی برتر دنیا بود ما هم رفتیم و من اونجا دوم شدم وقتی برگشتم چون تیم ملی شده بودم انتخاب شدم باز رفتم لوزان و سوئیس دستم شکست برگشتم دیگه نزدیک انقلاب شد در اردو بودیم که جام آریامر کشتی بگیریم دموستراسیون تظاهرات مردمی تو محله من که محله زنبور بود چهار تا فقط نقص وزیر و وزیر و وکیل بودن تو محله پاچنار مردم گفتن کشتی نگیرید چشم من همیشه تابع مردم بودم اومدم تو اردو به بچه های کشتی گفتم همه بچه ها از 42 نفر 37 نفر متابعت کردن و کشتی ها رو به هم زدیم در ادامه اینکه مردم ازتون خواسته بودن کشتی نگیرین اومدین به هم تیمی ها گفتین نگیرین هم به همه هم گفته بودن همه گفته اونا هم گفتن باشه هر شهرستانی رفتن گفتن چرا میگیرید مردم تو خیابونا کشته میدن تظاهرات و همه اونم گفتن حالا به سبب به خاطر اینکه من یه خورده مثلا یه جایی در تهران بودم که مذهبی تر بود حرف من قبول شدن از 42 نفر 37 نفر یه روز صبح همون روز قبل از مسابقات که همه تیم اومده بودن تقریبا 17 تیم اومده بودن یه مرتبه اومدیم بیرون و کشتی نگرفتیم و سر صدا کردم مثلا نبود که این چیزای مجازی و مجازی و تلویزیونال زیاد آره، خلاصه عکس من شب تلویزیون نشون دادم با رو توش که حالا اگر 12 بهمن ببینید من پشت سر امام وایسادم کاملا موهای بلندی دارم و یه دفعه سر از این در آوردم که خدا نگهدار بچهای آقای حاج مهدی عراقی بچه مال من بودن شب رفتم اونجا منزلش همون فر شب یک کشی نشد تا من دید من رو بغل کرد و هاش پهله اون کاری کردی کارستان مثلا نمیفهمیدم یعنی چی یهو بهم یه چایی داد آخر سر گفت میو بریم پاریس من یه نگاهش کردم به خدا فقط یه یاری گفتم شب منم خونم گفتم بابا آزمتی عراقی گفته بریم پاریس آقا می جواب نداد ویزا همه کارو کردم 37 نفر بودیم شب منم خونم خونه ما همون خونه هایی که دل همتون بسوزه برید ببینی بیرونی اندرونی شیشه های مشجر درخت های بلند چراغ و سارای چیچی درخت های خوشگل اتاق های پندری و من به خاطر اینکه کشتی تیم ملی شده بودم پدرم بهم افاق کرده بود یه اتاق اون گوشه من تو خونه داده بود آقای جوان هفت خانواده ما با هم تو یه خونه زندگی میکردیم
سر حوض خونه ما همه وضو میگرفتن، نماز میخوندن صبح سر یه حوض. بالای خونه ما هر چهار طرف هم چهار تا آدمی که کاسب بودن از اون میگفتن، مکبر بودن که برن بعد نمازشون رو بخونن. و من شب که رفتم کارام بکنم دور و بعد بیام پاریس، یه هایی دنگ خونه ما رو زدن، این خونه قدیمی ها دیگه کلون و این چیزا. یه هایی پدر من ازه نمیداد، اما آدم های بسیار الان باید بینم بیام دست رو میبوسم بیاد نگاه کنه، هیچ کی نمیتونست به دروا کنه، چون ما دختر جوان تو خونه داشتیم، پسر جوان داشتیم، پدرم خودش میرفت. اینا درسایی بود که من تا الان یاد گرفتم. خیلی خوبه که قبل من سنتی پدرم بهم یاد داد این زیارو و الان بنا به گوشمه. پدرم را تا در واکت اومد داد زد به من، میگفت بابای من همون بچه های قدیمی تهران بود. به من گفت حاج مهد آقا، گفتم جونم، گفت دم در میخوانه. من با لباس ورزشی بودم، دویدم اومدم دم در با دمپایی، دویدم یکی یک چکت دو گوش من، دیدم یه پاسبان یه سربان یکی پسترش کشتی های شاه رو به هم میزنی، یک دستبند حکومت نظامی هم یه سر من رو بردم باقشاه، یه ما باقشاه بودم. خب بعد بالاخره پاریس رفتیم نرفتیم؟ رفتیم دو مرتبه، برای اینکه دو سه پرواز به هم خورد، گفتن که یه عده برن تهران برای کمیته استقبال از جمله من. تا اونجا اصلا من آقای خمینی خدا بیامرز پسر بسیار خوب ورزشی بود که شاید سفر من ندونن یا مردم بوده یواری که دارن من کمترین رو تحمل میکنن. اصلا من آقای خمینی هم وزن بردار بود، شاگرد محمد نصیری ما بود. کم اینجا لازم بگم که ایشالا های نصیری حالش خوبه خوب بشه، چون عمل قبل کرده بود. پیروز هم خانومش فهمون نه، یا من هم مردم خواهش کنم که نرن خدمت محمد نصیری تا حالی سر حال خوب بشه تا بیاد من زیارتش کنم و به همه مردم هم بگم. آقای نصیری مربی آقای آسمان آقای خمینی. دست نصیری بزنیم. ایشالا زودتر خوب بشه. آقای جواب محمد نصیری جز صد نفر برتر دنیا تو ده نفر اومده، ماشاءالله. یعنی یکی از بهترین های المپیکی و جهانی ماست. و اینقدر آدم بیشیل پلیو، اینقدر آدم افتاده و خوب. زنگ زنم بهش میگه بگو تو رو خدا نیان عیادت من مریضم، نمیخوام مردم بیان، خدا نکنه یه مرتبه کرونا یه چیز بگیرن. و آقای نصیری مربی آستمنقا خمینی بود و آستمنقا چقدر دوست داشت محمد ما رو. و آستمنقا فوتبالیست هم بود، چه شاگرد کاظم خان رحیمی ما که الان رفته توی اون یه جایی داره زندگی میکنه که فقط خودش باشه، از اون آدم های بزرگ مملکت بود، رفیق آستمنقا، ایشون شاید فوتبالش بود. خورسه اونجا آستمنقا با هم یه خود گاهن سرشون خبر میشد تو نوفل شاتو با هم یه بازی چیزی، که یه روز با هم فهمودن که فلانی تو باید بادیگارد خصوصی حاج آقا باشی. مثلا نمیفهمیدم بادیگارد یعنی چی، من فقط یه یاری گفتم. و بعد چه گفتم بری برای کمیته استقبال، من یه روز دوه بهمن ما با یه ده دوستانم اومدیم ایران، آقایی رفتم برای کمیته استقبال، منم رفتم منزل مرد بزرگ و نستو مملکتون حسن آیت الله طالقانی. این مردی که بیبدیل بود، بیبدیل، که قرار گوشیم که دوازده بهمن با هم بریم، که اون رو با دوتا ماشین من و آقای حسن آیت الله طالقانی و دامادشون آقای چهپور ستایی رفتیم فرودگاه، که از فرودگاه دیگه انقدر شلوغ شد. اون روز دیگه مسئول فیزیکی اصل ما حاج محسن آقای رفیق دوست رو گشته بودن، منم در معیت ایشون بودم، ایشون ما هم فرمودن خیلی شلوغه. آقایون روحانی ها توی دانشگاه متحسن شده بودن، گفت برو با موتور بگو که آقایون تحسن رو بشکنم با ماشین بیان به زهرا. دیگه من رخصت گرفتم اومدم دیگه شدم باز ورزشکار، منتها در لباس اجرایی. این برای جوان‌ترا میگم بدونن که در سایه تلاش که فرمودن لیس الانسان الا ما سعا چقدر خوبه، در سایه تلاش و کوشش. آی جان رفتم گفتم برو مربی شو کنم، حتما خوب کار کردم دیگه، شدم سر مربی، شدم سرپرست، شدم مدیر عامل. 5 سال رفتم زندان با بچه‌ها، من جوان‌ها رو خیلی دوست دارم، کانون اصلاح و تربیت. بعد آقای خطیب خدا بیامرزه من رفتم به اون بچه‌ها ورزش داد، به اونا یاد دادیم، براشون سالن ساختم، استخ ساختم. بچه‌هایی که بعضی کارهای اولی کرده بودن اونجا دیگه همه تیم شدیم، 500 نفر هر رو ورزش میکردیم. به خدا 5 سال من نارمک خونه بود میرفتم استاد تربیت مجانی، من همه عمرم فقط مجانی کار کردم، چون مردم بزرگتر از این حرفان که بخوام خودم به پول بفروشم. و این باعث شد که من اومدم و کاوند راهم بودم، رفتم زندان. بعد زندان آقای خطیب به من گفتن، رفتم هیئت کشتی استان تهران 8 سال، بعد شدم دبیر فدراسیون، بعد شدم نایب رئیس فدراسیون، باز 8 سال که رئیسم آقای
مهندس اکبر ترکانی، مرد بزرگ سیاسی فرهنگی بعدش، ایشون رئیس فیصل محمود، ایشون وزیر دفاع بود، من نایب رئیس ایشون بودم 8 سال. بعد من بیرون چند دو مرتبه بعد آوردن گوشن رئیس فیصل، من مکه بودم، من از سال 60 به خاطر کاری که در میخواستیم بریم شوروی ما رو نبردن، چون من بعد از 4 سال باز اومدم تو کشتی، باز قهرمان تیم ملی شدم، من تا این بار در 100 کیلوگرم رفتم یوگسلاوی اسکوپیه. همون سال من در یه مسابقه کشتی گرفتم، اول شدم بریم یه جایی به نام خوشکالا، ما رو نبردن. سال 60 حاج احمد آقای توکلی وزیر کار گفت اینایی که نرفتن 5 نفر برن مکه. من یه رفته شنبه تیممون نرفت، چهارشنبه سر از خونه خدا در آوردن. اون سر در آوردن 32 سال طول کشید. میدید چرا؟ وقتی از خونه خدا خواستم برگردم سال اول، یه خودم عربی یاد گرفت، دستم رو دراز کردم همینطوری به فارسی گفتم خدا یا من اینجا خوشم اومده، باور کنید به این روز قشنگ 32 سال طول کشید تا سال 97 که آخرین سفر من این نامردا تو منا مردم رو کشتن. آها. این چیزای سعودی دیگه نرفتم. و هر سال میرفتیم؟ هر سال یه بار، دو بار، سه بار، به خاطر اینکه هم کار تجربه، هم به خاطر اینکه زبان عربی خوده، چون من خیلی دوست دارم مردم رو. هر سال اونجا باز از صفر شروع کردم، اونجا رفتم شدم ناظر، بعد شدم سرناظر، بعد شدم معاون کاروان، بعد شدم رئیس کاروان، بعد شدم مدیر راهنما، بعد شدم مدیر ثابت هتل، بعد آخر سر از سال 93 شدم مدیر مجموعه مکه و مدینه. تا وقتی من دیگه آخرین سال به خاطر اینکه این مردم اینطوری شدن دیگه نرفتم. الانم که اینجا نوکر شما و مردمم و الهی شو افتخار میکنم، هنوز هستم رو پام و جدی میگم افتخار میکنم که حلقه به گوش مردمی هستم که خوبن. من از اون چیزایی دیدم که تا آخر عمرم فراموشم نمیشه. خدا حفظتون کنه. چون هر کی این مملکت خواسته اینا گفتن چش. خدا حفظتون کنه. 3 تا کشتیگیر بخواین اسم ببرین که انتخاب شما باشن. حتما بیشترن. تو هر چی انتخابش با خودتون. تو اخلاق، تو کشتی، توی ترکیبش هر دو، یکیش هیچ کدوم، یه چیز دیگه. من چون مسئول فرست 4 تا بگین، 5 تا بگین. باید 1000 تا بگم چه نمیشه. 4-5 تاش بگین. اجازه بدید من چون ماهات به کار بودم، من رئیس فیسون کشتی بودم. از قدیمی ها بگین. قدیمی ها که آقا تختی 1، امام علی حبیبی 2، عباس زندی. عباس زندی پارسال فوت کرد، این مرد بزرگ، خدا رحمتش. از حریفا، رفیقا و مربی آقا تختی بود. این صدا بی بدیل بودن. آقای تختی اگر الان زنده بودن چند سالشون میشد؟ 90 و امسال 54مین سال فوتش رو. 1109 بود آقا تختی. 9. بله. 91 سال. آقا تختی در حال حاضر هم هنوز پر افتخارترین و پر امتیازترین کشتیگیر ایرانی در دنیاست. نمیدونستم. 11 تا مدال داره آقا جمال. دیگه کشتیگیری با این تعداد مدال چرا؟ برنده مدال طلا هم حتی بیشتر داریم، ولی پر امتیازترین. آقا تختی 16 سال عضو تیم ملی کشتی ایران بود. خیلیه. 4 دوره. واقعا. آقا تختی در همه جهات یک. به قول محمد نصیری یک بینول، یعنی یک بینول مدلی. بر رفیق خوب محمد نصیری. شما آقای تختی رو هیچ وقت معاشرت کرده بودید؟ من چون محلم و محل آقا تختی فقط 2 تا کوچه فاصله داشت. آقا تختی یه بار هم مسابقات جهانی میاد، اون موقع خیابون چراغونه میکردن، فرش میداختن، بهش میگفتن تاق 900، تاق 900 میزدن که برای منم 2-3 بار این کاری کردن. چقدر مردم تو خیابون جمع میشدن، من خودم سر با چاچنار دیدم آقا تختی از تو ماشین رد شد. بعدم که کشی داشت رفتم از پشت در با کشتی آقای امیری کشی داشت، اون دور دیدم. نه یه نه اینا زیارت شد نکردم. دمتون گرم، خیلی خیلی ممنونم. و دم شما من به شما یه قولی دادم، میخوام طبق قولم عمل بکنم، زمانو از دست ندید. بفرمایید که یه قول باید بدین شما هم به ما، به خندوانه. 2 تا قول. مخلصم. یه دونه بسمونه. یه کاری بکنین بیرون اینجا، یه نفر تا چند نفر خوشحال شن، دوربین ما هم میاد اون کاری که شما گفتین قولتون رو فیلم برداری میکنه، اینجا نشون میده. حالا اگر این قول جوری بود که ما بعد چهره کسی رو نبینیم، نمیبینیم، ولی بعد بگیم که ببین آقای طالقانی قول داد، قولش عمل کرد.
والا من بچه پایین شهرم، وقتی که حرف میزنم سرم ولش میدم. ما اصلا شک نداریم، میتونی امتحان کنی. نه نه ما اصلا شک نداریم، ما نمیخوایم اینو مچگیری بکنیم. چون فلبدا هست بگین، من چون چند جا عضو این چیزا هستم میتونم همه جا بگین، ولی به نظرم یه چیزی که مشخص باشه نزدیکترینش اینه. شما این هفته نه، جمعه آینده نه، جمعه بعدیش به من مندت بفرمید. ما یه جایی هستش که یه مؤسسه همه چیز مجانیه به نام مؤسسه بهش میگن فجر. از روز اول بهمن شروع شده تا 28 اسفند 135,000 لباس مجانی میدیم. مردم میان میخرن، میرن میدن به جاهایی، یتیم خونه، دبیرستان، دبستان، شهرستان، تهران، استان تهران. آره. و یه پیرن، یه شلوار، یه کفش پسرونه، یه پیرن، یه کفش یا شلوار یا یه مانتو دخترونه. من اومدم بگم چقدر دیدم اینقدر مردم بود و یوارم، چقدر خب من بگم، بگم 2 تا 10 تا 20 تا، هرچی شما بگید میتونم بیان اونجا اون روز که شما با دورمنتون بیاید. آره. و اونجا ببینید که همه اونجا شادمانی رو مجانی به مردم میدن. هنرمندا میان میخونن میزنن، مردم میان پول میدن، متو مردم پول میدن، خیری میخرن کارت میرن به یه عده میان مجانی میگیرن. 50 تا همین الان من عرضه میکنم 50 نفر شما لطف کنید بیان اونجا، یا ما معرفی کنیم هر چی دلت بیشتر هم باشه. عالی، 50 نفر. خیلی هم خوب. یه زحمتی بکشید، باید لبخند بزنین به تماشاچی توی خونه. من اینقدر خوشحالم سرحالم میبینم که مردم به خاطر بردن ورزشمون و فوتبالمون و رفتن به جام جهانی چقدر مردم خوشحالن. حالا منم اینجا عرضه میخوام از همه خواهش کنم خوشحالی ما رو بگیم به اونا تقسیم کنم. آقا لطفاً 10 ثانیه لبخند به دوربینی که الان چراغش روشن میشه. به خاطر مردم 10 ثانیه هم میخندن. بله. 1 2 3 بشمریم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ماجرای این لبخند اینه که ما در خندوانه میگیم که هر چهره با لبخند زیباتره. اصولاً به هم لبخند بزنیم، این فرهنگ خوشرو بودن رو هی جا بندازیم پیش هم دیگه. ما این لبخند این شکلیه که مهمونای ما در طول هفته هر چند تا مهمونی که تشریف میارن لبخند میزنن، مردم رأی میدن به اون لبخنده. تو هفته مثلا لبخند شما امتیاز بیشتر میاره، ما یک تندیس جداگانه بهترین لبخند هفته از نگاه مردم تقدیم اون مهمون میکنیم. مردم لبخند رو انتخابش میکنن. ایشالا که من انتخاب نشم. نه چرا؟ از سوارا عزیزم درخواست میکنم اگه براتون میسره شما هم تشریف بیارید، جاش معلومه، بلوار کشاورز، مؤسسه فجر، هر روز جمعه ها. چون آقای جوان محبت میکنم هم دوربین میان جمعه 3 هفته دیگه اونجا من منتظرتونم، دم در ایستادم. شال گردن هم میکنیم، هر کی خواست بیاد بریم. شال گردن هم بهتون میدیم اونجا. افتخارا چی میدیم؟ شال گردن؟ شال گردن رنگی میدیم که اونا که من که اونجا همسال من نوکر مردم هم، همین بفهمن که اینا نوکراشون هم و بیان اونجا. هیچ کی اونجا نمیفهمه کی پول میده، کی میده، کی میگیره. هر کی میاد مجانی میگیره و لبخند میذاره. یه عده مردم میان جاتون خالی، ساندویچای انقدی با سوسیس بهترین تقدیم میکنیم و نهارم اونجا و خوش میگذره. به نظرم برنامه‌ریزی کنیم بریم. نه خب ببخشی، کرامت انسانی مردم بالاتر از این حرفا. بله. وقتی میگیم میدیم یعنی باید بهترین رو بدیم. چون مردم خیلی شایسته. شما تشبیه اگه ممکنه در خدمت در هم بیا خوب در خدمت بیان. در خدمتتون هستم، منتظریم، مخلصم. اجازه بدین که من این تندیسمون رو تقدیمتون بکنم، این برای ما خیلی عزیزه. من چند بار آقای جوان اینو دیدم. خب ایشالا که اگه اومدی یه رو دعوت کنم بیا خونه ما یا درخواست کنم ایشالا خدا بخواد من خونه ما عوض کنم، چون میخوام یه کار قشنگ میکنم که جزء آرزوهای منه. هم به خاطر یه کتاب خونه ما میخوام درست کنم، هم موزمو. و قول میدم که شما فهمیدی، من چون چند بار دیدم که شما فهمید جایی بذاری که ببینن. بله. خوشبختانه هر کی اومد میخنده. منم با افتخار رفتم امشب. دم شما گرم، خدا حفظتون بکنه. تقدیم به شما. افتخار بکنم. مخلصم. مخلصم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. خدا شما رو حفظ بکنه. ایشالله که همیشه سرحال و سرپا و قبراق و باحال باشین. پای خسته نباشید، بلند بالا به شما و همه سوران اینجا فرمودن. دست شما تون میوسم. یا علی، روز خوبی داشته. شکرم.
از اینجا برین کمتر مسیر طی می‌کنید. چه بهتر که رام کم شد چون کام درد. مخلصیم. از زمین دیگه. مخلصیم. افتخارت. بریم بیایم بریم بیایم رو به اونجا بریم یک دو سه بریم بیا ما همه یار تو یاور توییم دوستدار تو هم سنگر توییم آقایان میخوام دعوت بکنم از یک خواننده بسیار باحال که پر از خاطر است و کارهای قشنگش برای هممون هم لذت بخشه هم خاطر انگیزه هم دوست داریم دوباره بشنویمش و الان میخوام بگم که تشریف بیاره تو امیر تاجیک شما چطوره؟ قربان شما سلامت باشید. مخلصم. بفرمایید بالا. خواهش می‌کنم. چطور نمیر خان؟ قربان شما. ممنونتم. خیلی خوشحالم که مجدد می‌بینمتون. قربون شما. و دوستتون داریم. ما هم همینطور. همیهنان عزیزمون هم همینطور. سلام میگم خدمت همه خوبان. برنامه خوبت همیشه خوبه به دلیل اینکه دلت پاکه. شکریم. در خدمت هستیم. قربون شما. خواهش. چه خبر رو به راهین؟ خدا رو شکر. دارین چیکار می‌کنین؟ در حال حاضر خدمتتون عرض شود که ما یه دو سه تا تراک باید تولید کنیم جدید؟ کنسرت هم ایشالله قراره بگذاریم به به عالی بعد از سالها آره سکوت دیگه. و اینها بعد کرونا هم این دو سال نذاشت دیگه اتفاق بیفته اینه که یه مقداری درگیر اون برنامه ها هستم کنسرت که یه فکر میکنی؟ کنسرت بعد از تولید این دو تا تراک هستش که به بازار میاد به اول اوایل اسفند ماه اولیش اواخر اسفند هم دومی تراک یعنی کنسرت میفته تو بهار برای بهار تشکر گرفتیم کنسرت رو بگذاریم بله خیلی مبارکه شما چطوری؟ خوبم مشغولی خدا ما خندبانه میسازیم فقط بله. کارتون درسته آقا در خدمت خیلی ممنون خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی پر ابهت و جذاب آهنگ بسیار قشنگ خیلی من کارو به خاطر اینکه ترانش رامبو جان فقط به فوتبال نیست یه تاریخ رو کشید بله اشکان بله. شب افروز البته من خودم هم دوست داشتم ترانه اینجوری باشه نسلی خروشان رستم نیاکان تاریخ میداند حدیث سربداران یا اون کوروش تباران این نکاتیه که واقعا در ترانه بله بله. بله خیلی ممنونم قربونتون دوباره شما رو میبینیم بله بله باعث افتخاره اونجا بگیم بریم بیای مرسی متشکرم تشریف نبرین تشریف بله. نبرین اونجا شما یه یک دو سه بگین هم بریم بیای یک دو سه بریم بیای صدا
خانم آقایون خیلی مخلصم، در خدمتم. راجع به اسنووا بعد این توضیح رو بهتون بدم، قبلا هم این توضیح رو دادم بازم میدم و لطفاً توجه بفرمایید. اونم اینه که شما میتونید تا سقف 100 میلیون تومان ازشون خرید کنید، اقساطی پرداخت کنید تا 5 سال، یعنی تا 60 ماه، و این خیلی چیز باحالیه و بدون پیش پرداخت، یعنی از همون اول قسطی شروع میکنید حساب کردن پرداختاتون رو و درجا هم کالا رو ازشون میگیرین و میبرید منزل استفاده میکنین. برای اینکه اطلاعات بیشتر به دست بیارین، عدد 9 رو بفرستین به 3435 براتون اطلاعات میاد، یا تشریف ببرید توی سایتشون snova.ir. اونجا میتونید کاملا محصولات رو نگاه کنید، انواعش و رنگاش و شرایطش و و و و و و بله، اینکه فروشگاه ها رو ببینید کجا هستن و نزدیکترین فروشگاه به شما کجاست. چکرم، بریم بیاییم. خانم آقایون شل دست نزنیم، عالیه. میخواییم با هم دیگه بازی بکنیم. به این دقت بفرمایید، الان هر کدوم شما یه دون از این شماره ها دستتونه، همه دستشون رو بیارن بالا با کارتشون. همه داریم، هر کی الان یه شماره داره، درسته؟ ما الان از بین این شماره که دست منه، که همون هست که دست شما هم هست، مرسی، یه شماره رو همجور تصادفی در میاریم. 10 نفر، 10 نفر تشریف میارن اینجا، اون بازی بلوف رو انجام میدیم که توپ رو من میندازم به طرف هر کی انداختم گرفت، سریع بر میگردونه به خود من، یعنی مکس نداریم، تق 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 همینجوری. بعد اگر عداشو در بردم که بندازم نندازم، نباید بدنتون واکنش نشون بده، همجور ساده باید باشه، فقط در لحظه که توپو انداختم باید دستاتون اقدام بکنه به گرفتن. 4 نفری که باقی میمونن میان، هر کدوم 3 دارت میندازن، 3 توپ بسکتبال به سمت بسکت، به سمت حلقه، و بالاترین امتیازشون میشه نفر اول، که اون نفر اول خودش و 3 نفر دیگه مهمون خندوانه تشریف میبرن تئاتر یا تشریف میبرن سینما. پیشنهادم تئاتر. اخ نکن. آفرین. خیلی بریم. 53 44 7 47 شماره 3 55 شماره 30 126 85 شماره 100 بریم. آماده این؟ پس به مزگ انداختم میگیریم، بلافاصله پسش میدیم. اب نداره. به قیافت میاد، اومدی اول چی؟ انقدر مصمم قیافت.
برو بابا مسخره کردی منو، بیا دارت میندازیم همه بیاین. هیچ کسی هیچ کافی نمیده، همه همجوری هم. خب خانوم اول کی میندازه؟ اول کی میاد؟ مثلا بگیم 1 2 3 4 5 6 7. خیلی خوب همجوری. اول اسم؟ محمد جواد جعفری. محمد جواد جعفری عزیز بیا اینجا واستا. آقای شاه حسینی آماده برای محاسبه باش. پرت میکنی بعد میری اونجا اون ستا رو پرت میکنی. 1 2 3. اوه سه هشتا 24 تا با 11 تا 35 تا 35 تا و 9 تا 44 تا 44 تا. آره هر کدوم دو امتیاز. چهار با چهار تا 48 تا 48. اسمتون؟ جمشید مولایی. آقای جمشید مولایی بریم. 1 2 3. وا پنجاه تا. شست و نو 75 85. برو اونجا. جعفری دیدی؟ بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا جلو. شاه حسینی قول داده هیچ جا هیچیش نمیشه. بچه ها دیدین اینجا 5 امتیازی زد؟ آتیش باره 85 تا. اسمتون؟ فاطمه شیرینی. چه فامیلی قشنگی، فاطمه شیرینی خیلی قشنگی. بریم. بله 1 2 3. خب یه ذره بفرمید. بله باریکلا باریکلا باریکلا. اسمتون خانوم؟ ببخشید نفهمیدم. مهسا ابراهیمی؟ پس فهمیده بودم. خانم شیرینی دو امتیاز. مهسا ابراهیمی 1 2 3. آها 15 تا. آها 18 تا. آها 20 تا 38 تا. 38 امتیاز. شاه حسینی بپا. باریکلا. نه خب بگیرش. یه اینجوری نکن بگیرش. آقا اسمتون؟ حسین قاسمیان. حسین قاسمیان. فقط در اندازه ابرو واکنش نشون بده. اونم یه بوتاکس بکنی دیگه هیچ تکونی نمیخوره. بریم. اب نداره. 15 25. حالا باریکلا باریکلا. بیست و نو، بیست و پنج و چهار، بیست و نو، درسته؟ خانوم؟ چقدر؟ یک امتیاز. اسمت کامل؟ سوفیا پورموسا. آماده؟ 1 2 3. 15. آفرین. 35 38. همون حدودا راحت
شونه شاه حسینی از جا در رفت. باری کلا چی چند بود؟ کلن 42 امتیاز. خانم آذر حبیبی. ای وای مکتر خیلی خوبه. آفرین آفرین. باریکالله. 4 امتیاز. خانم و آقایون بفرمایید، خواهش میکنم. قهرمان بیا اینجا. بگو اسمت رو دیگه. جمشید مولایی. آقای جمشید مولایی قهرمان امشب شناخته میشن و میره برای المپیک. جمشید 80 نمیدونم 5 امتیاز چقدر آورد؟ آره شورشو درآورد در اصل. آره. ولی دم همه تون گرم. شما به تالا تئاتر رفتی؟ تئاتر نه. تالا تئاتر نرفتی؟ نه. پس حتما تئاتر برو. خودت و سه نفر دیگه، کلن 4 نفری مهمون قندبانی میرین تئاتر. خودتونم یه سرچ بکنید، جستجو کنید، ببینید تئاتری که رو صحنه ان کدوماشون براتون جالبه. ما هم بهتون پیشنهاد میدیم کدوما باحالن، اونا که ما میشناسیم چه جوریه. پیشنهاد میدیم بهتون. مخلصم. قربون شما. بریم بیاین. آماده. یک دو سه. خب خانم آقایان، میخوام دعوت بکنم از یک کمدین جدید تازه نفس خندوانه ای، یعنی نیما نافع. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. من گفتم اینجا رو ول نمی‌کنم. دیدیم برگشتم. خیلی هم خوب کردیم. مرسی. چکرین. عرض شود خدمت شما که اینجا پشت صحنه مردم همه به من میگن نیما تو خیلی با شخصیتی، خیلی با فرهنگی. لطف دارن به من. ولی من می‌خوام بهتون بگم که من برای فرهنگ و شخصیتم زحمت کشیدم. شما هم زحمت بکشین بهش میرسید. فرهنگ از که آموختی؟ از بی فرهنگ. ادب از که آموختی؟ از بی ادب. مثلا براتون مثال بزنم، همسایه ما که از قضا مدیر ساختمونم هست خیلی آدم بی فرهنگیه. چند وقت پیش ساعت 3 صبح اومده زنگ ما رو زده. زنگ 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 زنگ. 3 صبح. آخه تو انسانی؟ تو شعور داری؟ تو فرهنگ داری؟ میبینی من 100 تا مهمون دارم که افشارو تو راه رو میبینی؟ زنگ زنگ زنگ. بعد من در رو باز کردم، اون شاکیه، میگه یه ساعته زنگ میزنم چرا در رو باز نمی کنی؟ بابا صدا موزیک بالاست، اصلا من نمیشنیدم. باز کردم، میگه صدا رو کم کن. چشم، صدا رو کم میکنیم، شما زنگ زدیم ما بشنویم. بعد دوباره یه چیز دیگه، راضی نمیشه که، میگه صدا گروم گروم چیه؟ جوونن دیگه، یکی فاز کله تو دیوار گرفته. من برم بهش بگم فازت عوض بکن، یه همسایه ما خوشش نمیاد، یه فاز دیگه بگی مدیر ساخته. 3 رفته 4 اومده، دوباره در زده، همه نشستیم، آدمای با شخصیت. میگم جونم. میگه صدا تخ 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 میاد. بابا مهندس رضایی رو همه میشناسن، باشگاه اسب سواری داره، چند تا مدال اسب با مانه، بدون اسبش اصلا هیچ جا نمیره. من مهمونی اومده بهش میگم اسبتو نیا، 4 تا بچه‌ام از سواری نکنن. اصلا یه سری مهمونا به خاطر اسب اومدن. 80 متر خونه چین دل خوشیارم دارین از ما میگیری. بعد میخواد گیر بده دیگه، به حرفش گوش میکنی یه جوره، گوش نمیکنی یه جوره دیگه است. آقای محترم خودت رو بورد نوشتی لطفاً آشغال‌های خود را ساعت 9 بگذارید جلوی در مدیر ساختمان. نشون به اون نشون، مدیر ساختمانشو پایین‌ترم نوشته بودی. آشغال رو گذاشتم اونجا، اومده گیر داده آشغال. من که خشک و تر تفکیک کردم،
بعد امتحانش کردم، جلوی در هر همسایه گذاشتم باز اومد یه چیزی گفت. اومده میگه که چرا بوی پهن میده آشغالا، تو با اسب مهندس رضایی واقعا مشکل داری، با هنرم مشکل داره. من خونمو اجاره دادم بابت لوکیشن فیلم برداری، گفتم 4 تا هنرمند بیان برن، دوربینا عالی، نور عالی، چه فیلم جنگی خوبی، چه فیلم جنگی خوبی. وسط بهترین سکانس سینخیز اومده دود دود دود، شلوغش کنم اصلا نمیشنیدم چی میگه. اون یکی همسایه اومده تیر خوردم، بابا جوگیر خراش دیگه، درست میشه؟ اصلا واقعا کلافه کردن منو. همین کارو کرده که بقیه همسایه هم پرروش. همسایه پایینی 100 بار زنگ ما رو زده، آقا سقف آب میده، دیگه رود بشو بگو من استخرم تعطیل کنم دیگه. سر بلیت فروشی کم منو آزار دادین، ما که آنلاین کردیم. من میدونی از چی من میسوزم؟ من خودم رعایت کردم، فرهنگ دارم، گفتم که بابا شیرجه زدن ممنوع، شوخی نکنید تو استخر، تو عرض شنا نکنید. بعد اومده میگه چرا آسانسور خیسته، دوش نگیرن؟ اون یکی اومده میگه بچه‌م افتاد تو حوض کلور. خب جلو بچه‌ت بگی، من که تو 80 متر خونه حوض کلور رو تو نمیتونم بذارم، بعد جلو در ورودی ساختمون بذارم. کلنم شبا میاد، یه شب دیگه نمیاد، 4-5 صبح بود مدیر ساختمون دوباره اومده در زده، من خواب دم جانم. گفت ماشین تو جلوی در پارکینگ پارک کردی. خب اینو صبح بگو، اینو 4 ساعت دیگه بگو. مامانشون و به خاطر یه جا پارک، من اصلا نمیفهمم. خلاصه این که حواستون باشه، ببینید بی فرهنگی ها رو، یاد بگیری مثل من، با شخصیت باشین، با فرهنگ باشین، تو دل همه جا داشته باشین. مرسی. نیما نافه امیر تاجیک، آقای امیر خان عزیز، دم شما گرم. خواهش میکنم، خیلی مخلصم. قربان شما. الان میخواییم چی کار کنیم؟ والا یه کار بگیم آره، گفتم یه کار زنده میخواستم اجرا کنم، چون بچه های ارکستر، خب هومن عزیز اینجاست، حمید جان، علی آره. عزیز، اشکان، بچه های تیم خودم هم هستن، دوست داشتم یه کار زنده اجرا کنم. عالی. انتخابش با شما باشه دیگه، شما پیشنهاد بدین. زیر آسمان شهر. بله زیر آسمان شهر. خیلی بشکر، ما هم با هاتون همراهی میکنیم. خیلی ممنونم. فقط صدا هم بله. مرسی، متشکرم. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه ها یه رازن، بعضی واژه ها بی معنا. همه دستا برنامه زیبای خندوانه. آدم ها نقشای رنگین، گاهی شادن گاهی غمگین، آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا غم، وقتی که میشه تویی جام زندگی رو ازد، جام زندگی رو ازد.
بعضی واژه ها بعضی واژه ها یه بار دیگه آدم ها هر کدوم واژه‌ها بی معنا ماشاءالله مرسی به همه مرسی امیر تاجیک سپاس می‌کنم آقا دم شما گرم قربان شما دم شما گرم ممنونم رامبو جان برات آرزو می‌کنم همیشه صدای گرم مرسی متشکرم و درجه که همیشه برقرار باشه نفست گرم و سلامت باشه قربان تو ممنونم همیشه باحال و دوست داشتنی سپاس می‌کنم ما هم کیف بکنیم با شما ما هم لذت بردیم با شما با دوستان نازنین با مردم عزیز هر جا هستین سلامت و سربلند باشین خدا نگهدار نه 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 رو با هم آباد با هم بریم به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم به 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 اگه دوست داری آرزویی بکنی یه دعایی بکنی بفرمایید من خب آرزوها به هر صورت جواب خواهد گرفت این رو قطعا مطمئن هستم وقتی آدم مطمئن باشه یه آرزویی بکنه حتما این آرزو جوابش رو خواهد گرفت من آرزو میکنم که هر چه سریعتر بیماری ها ناهنجاری ها از این کره خاکی رخت بربندد و بشر یه نفس تازه‌ای بکشه بهاری دوباره بر وجود هر انسان تراوت کنه و تازگی رو به سلامتی انسان‌ها برگردونه این آرزو من هست چون سلامتی باشه در کنارش همه چی هست بله الهی آمین ما هم میگیم که مردم عزیز ایران شما خیلی عزیزین شما خیلی قشنگین خدا شما رو خیلی حفظ کنه آرزو میکنیم همونطور که امیر عزیز گفت ما هم آرزو میکنیم که در کنار خانواده باشید راضی باشید پر روزی باشید خوش روزی باشید و انشالله همه مریض هم از بستر بیماری بلند شن رو به اونجا میگیم شاد باشید یک دو سه شاد باشید